روز یک شنبه دست کم 50 نفر در تیراندازی در یک باشگاه دگرباشان جنسی در شهر اورلاندو کشته شدند. این حمله که پلیس از آن با عنوان اقدام تروریستی نام میبرد، دست کم 53 مجروح نیز بر جای گذاشته است. پلیس فدرال آمریکا عامل این تیراندازی را با نام عمر میر صدیق متین شناسایی کرده است. به گفته ران هوپر، مأمور ویژه تحقیقات FBI، عمر متین در تماسی با 911 در روز تیراندازی وفاداری خود به داعش را اعلام کرده است. این مأمور FBI میگوید او در این تماس تلفنی بیعت خود را با رهبر دولت اسلامی اعلام کرده و ما تحقیقات برای یافتن ارتباطات داخلی و بین المللی وی را آغاز کرده ایم. داعش در پایگاه خبری خود اماق عامل تیراندازی اورلاندو را یکی از اعضای این گروه دانسته و مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. عمر متین صدیق نیز که در آمریکا و در خانواده افغان به دنیا آمده، در جریان مبادله آتش با پلیس کشته شده است. به فاصله چند ساعت پس از این تیراندازی، پلیس سانتا مونیکا مردی را دستگیر کرده که قصد داشته است در رژه دگرباشان در لس آنجلس دست به اقدام مشابهی بزند. عمر میرصدیق متین 29 سال داشت. او میخواست پلیس شود و حتی یک بار هم سعی کرد در آکادمی پلیس ثبت نام کند. او که مدتی را در یک مرکز بازپروری نوجوانان بزهکار به عنوان مسئول اصلاح و تربیت کار کرده بود، مجوز حمل سلاح را از ایالت فلوریدا دریافت کرد و اخیراً نگهبان مسلح یک مرکز بازنشستگی در جنوب این ایالت بود. همسر پیشین او درباره وی میگوید چند ماه بعد از ازدواجمان متوجه عدم تعادل او شدم و دیدم که به شکل ناگهانی عصبانی می شود. آن وقت بود که نگران امنیت خودم شدم و چند ماه بعد شروع کرد به آزار دادن من. نمی گذاشت با خانواده ام حرف بزنم و با آنها ارتباطی داشته باشم. اما خانواده ام واقعا می خواستند من را ببینند و مصمم بودند من را از آن وضعیت خلاص کنند. متین اخیراً هفته ای 3 تا 4 بار برای عبادت به مسجد محل خود در فورت پیس می رفت. سید شفیق رحمان پیشنماز این مرکز اسلامی درباره او می گوید فکر می کنم او بسیار آرام بود. آخرین دقیقه می رسید و زودتر از همه هم می رفت و با کسی حرف نمی زد. اگر کسی به سمتش دست دراز می کرد به او دست می داد و لبخند می زد و می رفت. پسر 5 سالش را با خودش می آورد و وقتی مشغول نماز بود، پسرک هم دوروبر او بازی می کرد و بعد او فرزندش را روی دوشش می گذاشت و به خانه می رفت. شرکت خدمات امنیتی G4S که عمر متین از سال 2013 در استخدام آن بوده است، گفته است که در سال 2013 سوابق او را کنترل کرده، اما نکته مشکوکی در آن نیافته است. تیراندازی در باشگاه شبانه دگرباشان جنسی در اورلاندو و قتل 50 نفر آمریکا را در شوک فرو برده است. دست کم 53 نفر نیز مجروح شدند که حال بسیاری از آنها وخیم گزارش می شود. مادر یکی از حاضران در این باشگاه می گوید پسرم با دوست پسرش در این باشگاه بودند. می دانم که دوست پسرش از چند ناحیه مورد اصابت قرار گرفته و الان در بخش مراقبت های ویژه است، اما از پسرم خبری ندارم. هیچ کس هم نمی تواند به من اطلاعاتی در این زمینه بدهد. مادر دیگری نیز می گوید هیچ چیز نمی دانم. دخترم به من تلفن زد و گفت که از ناحیه بازو گلوله خورده است. بیشتر از این از او خبری ندارم. در برخی از کلیساها مراسم دعا برای قربانیان برپا شده و باراک اوباما نیز دستور داده است پرچم‌های این کشور به حالت نیمه افراشته در بیایند. در جریان حمله به کلوپ شبانه در اورلاندوی آمریکا 50 نفر جان باختند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از اولین دقایق اتفاقات مرتبط با این حمله را دنبال کرد و در اولین ساعت بعد از ظهر یک شنبه در این باره سخنرانی کرد. او از کاخ سفید گفت امروز یکی از تلخترین روزها برای دوستان ما است. هموطنان آمریکایی ما، هم جنسگراها، دو جنسگراها و تراجنسی ها. این حادثه تلخ به همه ما آمریکایی ها یک نکته را یادآوری می کند. جدا از نژاد، قومیت، مذهب و گرایش های جنسی، این یک حمله به تمام آمریکا و آمریکایی هاست. حمله به اصول
اصول ارزش‌های برابری خواهی که به ملت ما معنا می‌دهند. هیچ وقت تنفر و ترور نمی‌تواند ملت ما را بشکند و یا ارزش‌های ما آمریکایی‌ها را زیر سوال ببرد. اوباما این حمله را اقدام تنفرآمیز تروریستی خواند و از آن به عنوان مرگبارترین تیراندازی تروریستی در تاریخ ایالات متحده یاد کرد. او گفت این کشتار فجیع یک بار دیگر به ما نشان می‌دهد که هر کسی در این کشور می‌تواند به آسانی سلاح به دست بگیرد، به یک مدرسه، سینما، تئاتر و کلوپ شبانه حمله کند. باید نهایتاً تصمیم بگیریم آیا این همان آمریکایی است که ما خواهان آن هستیم؟ or a movie theater or in a nightclub. And we have to decide if that's the kind of country we want to be. Thank you. مردم واشنگتن شامگاه یک شنبه با تجمع در مقابل کاخ سفید به یاد قربانیان تیراندازی در باشگاه شبانه دگرباشان جنسی در اورلاندو شمع روشن کردند. نهاد آواد رئیس شورای روابط اسلام و آمریکا نیز در واکنش به این تیراندازی که 50 قربانی بر جای گذاشت گفت این یک اقدام از سر نفرت است و ما به شدت آن را محکوم می‌کنیم. این اقدامات اصول و ارزش‌های ما را به عنوان آمریکایی و مسلمان زیر پا می‌گذارد. بگذارید واضح بگویم ما با هیچ شکل از افراطی‌گری مدارا نمی‌کنیم. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری نیز با قربانیان ابراز همدردی کرده و دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان از باراک اوباما خواسته است یا کلمه تروریسم اسلام افراطی را به زبان بیاورد یا از سمت خود استعفا بدهد. برنی سندرز نامزد سوسیالیست دموکرات میگوید از 25 سال پیش به این سو تکرار میکنم که ما نباید در این کشور سلاح‌های اتوماتیک را به فروش برسانیم. 10 نفر نیز به مرکز انتقال خون اورلاندو مراجعه کرده و برای اهدای خون مورد نیاز مجروحان صف کشیدند. در این تیراندازی 53 نفر مجروح شدند. درگیری هواداران تیم فوتبال انگلیس و روسیه و همچنین تماشاگران فرانسوی در ورزشگاه مارسی مقامات یوفا و فرانسه را عصبانی کرده است. مقامات فرانسه دستور دادند فروش و مصرف الکل در استادیوم و فضاهای طبیعی شده برای تماشای این بازی‌ها در روز بازی در سطح شهر ممنوع شود. برنارد کزنو وزیر کشور فرانسه با تاکید بر این امر گفت من از مقامات شهرهای محل برگزاری این بازی‌ها می‌خواهم در رابطه با ممنوعیت فروش و مصرف الکل در روز و حین بازی و در فضاهای حساس اقدامات لازم را صورت دهند. اتحادیه فوتبال اروپا نیز تهدید کرده است در صورت تکرار این رفتار هواداران انگلیس و روس تیم‌های فوتبال این دو کشور از دور مسابقات جام قهرمانی اروپا کنار گذاشته می‌شوند. دستگیری رئیس اتحادیه معلمان در منطقه اوکسانا در مکزیک به اتهام فساد توسط دولت روز یک شنبه موجب به خیابان آمدن مخالفان برنامه اصلاحات آموزشی در این کشور و درگیری آنها با پلیس شد. دادستان کل مکزیک ساعتی پیش از این تظاهرات در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود روبن نونز به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است. خوان گارسیا یکی از رهبران این اتحادیه میگوید من به آنها میگویم ما تسلیم نخواهیم شد و خطاب به رهبر و رفیقمان روبن نونز میگویم هر کجا که باشید بدانید اینجا در اوکسانا کارکنان بخش آموزش با قدرت در پشت سر این حرکت ایستاده‌اند. روبن نونز متهم شده است که به موجب یک توافق با مؤسسات تولیدی در مکزیک 3.5% از فروش محصولات را دریافت کرده و در جهت منافع شخصی خود هزینه کرده است.